حالا ما میایم این رو رسمش کنیم که توی نمودار دقیق تر ببینیم یک ساپلات سه در دو رسم کنیم بهش میگیم که در سه سطر و دو ستون برای من نمودارهایی قرار بده که در سطر اول برای من شاخص ثروت رو رسم بکنه در سطر دوم دراودان رو به صورت عددی و در سطر سوم دراودان رو به صورت درصدی برای من رسم بکنه پلات رو دیگه به شما توضیح نمیدم خودتون اوستا ام... به صورت درصدی هم اینجا نکته خاصی نداره همتون بلدید من این رو اجراش میکنم و اینجا میبینید که یک چارتی درست میشه که در سطر اول اسمال کپ و لارج کپ ها رو داره به ما میگه در ثروت ام... ما چقدر شده 100 دلار ما در سطر دوم داره دراودان رو به صورت عددی میگه که میگه که آقا جون به سال 2009 تو یک دراودان شدیدی داشتی برای لارج کپ ها هم همینطور و در سطر سوم به صورت درصدی میگه که آقا تو سال 1929 شما 80 درصد سرمایهتون رو از دست داده بودید در یه برهی و ماکسیموم دراودانتون اینقدر هستش که این به بلت بحرانی هستش که تو سال 1929 اتفاق افتاد و بحران هایی که اینجا میبینید بحران دات کامی که اینجاها رخ داد بحران سال 2009 که اینجاها رخ داد که لمن برادرز ورشکست شد تو بورس امریکا و امثال اینها اوکی ام. حالا حالا سال 1929 من اومدم اینجا قشنگ برای شما جدا کردم ام. سال 1929 بحرانی که رخ داد بیایید دقیق بررسیش بکنیم ببینیم که در چه روزی اتفاق و در چه ماهی اتفاق افتاد من میگم که آقا بیا برای من پرینت بکن این رو و به صورت خیلی زیبا به من نمایش بده که درودان من توی این سال چقدر بوده و مینیموم دراودان من رو محاسبه بکن تو سال 1929 که میگی آقا اسمال کپت 83 درصد و لارج کپات 84 درصد دراودان رو تجربه کردن و خدمت شما هر شود که اینجا بهش گفتیم که اوکی بیا به من بگو تو چه تاریخی رخ داد که میگه جفتشون توی این بحرانی که تو 1929 رخ داد تو ماه پنجم 1932 این دراودان بزرگ رو تجربه کردن این بحران طولانی بود توی اون سالهای امریکا شاید فیلم هاش رو دیده باشید که اون موقع ها چطور خدمت شما هر شد که وضع امریکا به چه صورت شده بود اوکی okay, ما دو تا بحران دیگه داشتیم بحران دات کام داشتیم بحران لمن برادرز رو داشتیم که میام همین رو برای شما اینجا نمایش میدیم میگیم که بیا از سال 1990 تا 2005 که بحران دات کام رخ داد رو بیا به ما بگو که دراودان چند رو تجربه کردن که اینجا ما میبینیم که درودان ها به چه صورت هستش و توی چه تاریخی رخ دادش ماکسیموم این یعنی مینیموم این دراودان ها که به صورت قدر مطلقی میشه ماکسیمومشون ماکسیموم دراودان که ما میگیم و شما شاید خیلی شنیده باشید که تو سال 1990 اسمال کپ ها 38 درصد رو تجربه کردن و تو 2002 لارش کپ ها 50 درصد رو تجربه کردن و تو سال 2009 در نهایت اون بحران مالی بزرگی که رخ داد در ماه دوم یعنی در ماه فوریه که ما میبینیم که دراودان ها به چه صورت هستش خب این خب یک شاخص خیلی مناسب هستش که ببینیم عملکرد نسبی پورتفوتون چقدر هست خب شاخص کلی نیستش دیگه یعنی ما نمیتونیم متکی ما باشیم به دراودان اصلا شاخص شاید به درد بخوری هم به ازن نباشه خیلی تو فارکس استفاده میکنن ها این رو بگم خیلی هاتون شاید تو فارکس استفاده میکنید ولی خب یک معیار بررسی مناسب نیستش دیگه خب من به نظرم جلسه باز طولانی داره میشه ولی خب میخواستم اینجا آخر جلسه هستیم بذارید اینجا create functionش رو هم بگم ببینید پایتون همونطوری که میدونید ما میتونیم براش یک تابعی تعریف کنیم و از این به بعد به جای اینکه این همه کد بزنیم مثلا که بهش بگیم بیا برای من دراودان رو محاسبه بکن بیام فقط بهش بگم که آقا اسم تابع دراودانه بهش ریترن ها رو بدم و این بیاد برای من دراودان رو محاسبه بکنه یک تابعی ما اینجا نوشتیم که سری زمانی بازده رو دریافت میکنه و سه ستون شاخص پیک شاخصی و حد اکثر سقوط رو به ما میده یعنی همون 100 دلاره حد اکثری که سرمایه ما رسید و ماکسیمم دراودان رو به ما میده که اومدیم همون فرمول ها و روابطی رو که بالا استفاده کردیم رو اومدیم توی این تابه نوشتیمش اگه تابه نویسی رو بلد نیستید مراجعه بکنید به توضیحاتی که راجع به پایتون دادیم تو فصل آخر و خدمت شما عرض شود که این تابع رو می نویسیم اوکی تابع رو نوشتیم حالا من اجازه بدید این رو هم همین جلسه بگم خب ما توی این دوره قصد داریم که بیایم یه کتابخونه بسازیم آقا مثلا پانداس خودش یه کتابخونه است که یک سری توابع توشه که ما از اون توابع استفاده میکنیم دیگه درسته حالا ما الان میخوایم بیام بگیم که خودمون میخوام یک, تا... یک بسازیم که توابعی که توی این دوره میسازیم رو توی اون کتابخونه قرارش بدیم میخوام بیام بگم که آقا یک فایل پایتون بساز برای من یه تکس فایل میسازم این میشه کتابخانه من و اینجا بهش میگم که بیا برای من دراودان رو کپی بکن و توی این پستش بکن برای من خب این یک تکس فایله من از این به بعد میخوام این رو به عنوان اسم مکتب underscore s underscore j بشناسم با فرمت پی وای یا پایتون هم ذخیره میکنم که زمانی که میخوام بهش ارجاب بدم فایل رو به صورت پای... پایتونی برای من بشناسه اوکیش میکنم میبینید رنگ ها عوض شد چون فایل فایل پایتونی هستش اینجا تابه رو نوشتم یک کم فاصله میذارم چون بعدا قرار کتابخونه هام رو اینجا وارد بکنم و این رو میام سیوش میکنم که از این به بعد دیگه من میام تیکه تیکه توابع رو بهش اضافه میکنم و از این کتاب خونه ما استفاده میکنیم این از این که خب اینجا هم پی پی اف رو برای شما آوردم که خب اینجا نمیگمش پی پی اف رو اجازه بدید بعدا میگمش انشالله خب امیدوارم که از این جلسه لذت برده باشید تا جلسه دیگر بدرود